بعد از حضور نظامی روسیه در کشور اوکراین، شهر استکهلم مانند دیگر شهرها شاهد تجمعات و اعتراضات زیادی بر علیه کشور روسیه بود. از مقابل سفارت روسیه در شهر استکهلم تا اینجا در مرکز شهر، این تجمع به فراخوان حزب چپ سوئد برگزار شده. اینجا تجمع کنندگان یک شعار اصلی دارند: نه به جنگ. اخیراً کشور روسیه و سخنگوی وزارت خارجه این کشور فنلاند و کشور سوئد را تهدید کرد و گفت این دو کشور اگه به ناتو بپیوندن عواقب نظامی و سیاسی براشون داره. اینجا کنار من در بین تجمع کنندگان دانیل ریاضت، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد حضور داره. میخوام از شما بپرسم آقای ریاضت، شما به عنوان نماینده پارلمان فکر میکنید دولت سوئد باید چه واکنشی نسبت به کشور روسیه داشته باشه؟ اتفاقا ما تقریبا یک ساعت پیش بهمون یک مسیج رو دادن که قرار فردا کل روز در مجلس جمع بشیم و اینکه برای تصمیم گرفتن اینکه به چه نوع کمک به اوکراین بکنیم، یه سری از بحث‌ها این هستش که کمک های بشر دوستانه بکنیم از نظر اقتصادی، چون شرایط بسیار سختی است برای مردم اوکراین الان. یه سری دیگه‌ش هم خب که اعصاب مختلف نظرهای مختلف دارن سر اینه که اگر از طریق سلاح و یا فروش سلاح یا اینکه به اوکراین سلاح آدم بده، و از اون طرف هم خب یه فشار زیادی الان هستش که سوئد بخواد عضو ناتو بشه، که من شخصا و حزب ما همچین چیز رو قبول نداریم، به خاطر اینکه جواب یک کسی مثل پوتین و یه دیکتاتوری مثل پوتین نباید این باشه که ما هم عضو یک خلاصه سازمانی بشیم که خودشون همین کارا رو در کشورهای مختلف در قدیم کردن و الان هم در یه سری کشورها دارن میکنن. جواب ما بر علیه جنگ صلح هستش، نه اینکه بخوایم خلاصه تشدید بدیم این شرایط رو. ارتش کشور سوئد حدود یک ماه در جزیره گوتلند در شرق این کشور در حال آماده باشه. نخست وزیر سوئد اعلام کرده قراره به اوکراین حدود 5000 نارنجک ضد تانک ارسال بشه. مهران عباسیان، سوئد.